ایران، شهر سنندج، مرکز استان کردنشین ایران. نیمه شب 26 شهریور 1388، حمله ماموران وزارت اطلاعات به خانه پلاک 9. متهم بهرام احمدی، 17 ساله، دانش آموز سال آخر دبیرستان. بهرام فرزند نهم یک خانواده کرد در زمان بازداشت، فکر نمی کرد که تولد 18 سالگیش را در سلولهای انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج زیر فشار بازجویان سپری خواهد کرد، جایی که برادر بزرگترش شهرام هم چند سلول آن طرفتر بود، بیان که دو برادر با هم ملاقاتی داشته باشند. بهرام 17 ماه را در سلول انفرادی بازداشتگاه‌های امنیتی اداره اطلاعات در سنندج، همدان و تهران تحت شکنجه‌های طاقت فرسای جسمی و روحی گذراند. شکنجه‌هایی مانند شلاق، شوکر برقی، فلک کردن، آویزان کردن، سلول انفرادی تاریک و بدون سرویس بهداشتی، تهدید جنسی، تهدید به بازداشت افراد خانواده، گرسنگی دادن، توهین به باورهای مذهبی اهل سنت و رها کردن با دستبند و پابند به مدت طولانی در هواخوری زندان در فصل زمستان. و در این مدت به بهرام فقط دو بار اجازه ملاقات با خانواده‌اش را دادند. در اسفند ماه 1389، بهرام به همراه 9 نفر دیگر از کردهای اهل سنت با چشم بند و دستبند و پابند در تهران مقابل قاضی مغیثه قرار گرفت و بدون حق برخورداری از وکیل و تنها در 10 دقیقه محاکمه شد و به محاربه از طریق ارتباط با گروهک‌های سلفی معاند و تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاس‌های اعتقادی و سیاسی، نگهداری و خرید فروش کتب اعتقادی اهل سنت و سی‌دی‌های سخنرانی محکوم شد. بهرام و همپرونده‌هایش وکیل تسخیری خود را برای بار اول چند دقیقه پیش از محاکمه ملاقات کردند. او به جای دفاع از متهمان با این وعده که به سنندج بازگردانده شده و بعد از چند ماه آزاد خواهند شد، آنها را تشویق به قبول اتهامات در دادگاه کرد. من تو دادگاه گفتم من هیچ کاری نکردم. گفت خفه شو. سنی خبیث، دگه سنی. همونجا خود دادگاهی به اهل سنت توهین میکرد. گفت دگه سنی، سنی خبیث. گفت چطوری هیچ کاری نکردی؟ این برگاه چی امضا کردی؟ گفتم من هیچ کاری نکردم. این برگاه با چشمن منو امضا کردن. منو به زور این برگاه بهم امضا کردن. گفت تو دروغ میگی. این برگاه تو امضا کردی. من گفتم اینا رو با زور امضا کردم. هیچ کاری هم نکردم. اونا تو 10 دقیقه ما را 10 نفر دادگاهی کردن. اصلا به ما حرف ما اصلا توجیه نکردن. رسانه‌های دولتی از جمله صدا و سیما با پخش گزارش‌های خبری بهرام و همپرونده‌هایش را به ترور روحانیون بلندپایه اهل سنت، نگهداری سلاح و مواد منفجره و قاچاق مواد مخدر متهم کردند. در حالی که به گفته متهمان حتی قاضی پرونده و تیم بازجویی نیز هرگز چنین اتهاماتی را متوجه آنها نکردند. متهمان خود را شافعی دانسته و هر گونه عمل مسلحانه و ارتباط با گروه‌های سلفی را به شدت رد کردند. در ایران فعالیت‌های مذهبی اهل سنت به ویژه در کردستان و بلوچستان به شدت کنترل می‌شود و نهادهای امنیتی از فعالیت‌های مذهبی مستقلی که مورد تایید روحانیون حکومتی شیعه نباشد جلوگیری می‌کنند و تحت عنوان مبارزه با تندروی مذهبی و بنیادگرایی با آن مقابله می‌شود. و در درگاه انقلاب تهران در شعبه 28 مدرس قاضی به نام مغیثه و حکم اعدام محکوم کرد و که حتی اجازه استکرنی به ایمان داو به شدت به قصالی که توهین آمیز و فراق خفیح شتکی ما با خود بیان کرد ولدوائی او توهین لکه
اخون دی بناو بیژنی دانشمند و اخون دی بناو دویباری که توهیناتی که فرق قبیح و ناشرینیان بدایی که ایمانداران عایشه که امامی ابو بکر یاری تنگانشی شخمه صلی الله علیه وسلم ما حق نداریم به عمر توهین کنیم؟ یعنی این؟ نه من تا زندم میگم عمر حرومزاده بوده، تا زندم میگم هرچی سنی حرومزاده هم، چون اینا نماز طواف نسا رو نمیخونن، اینا زناشون حرومه بشون طبق فقه شیعه، فقه اسلام، فقه نبوی. بخش عمده فعالیت‌های بهرام پخش جزوه و سی‌دی هایی برای جلب توجه مردم به توهین روحانیون مذهبی شیعه به باورهای اهل سنت بود. او اخوندله محاکمه بکرین و او توهینات علی و کردین جواب بدیده تا و امام محکوم کرین. ای خلقی مسلمانی هموش وینکانی دنیا. و بتای بتنی سرده نهر تهمت و افترای کلر تاریخ و سانه و دولتی ایران لی امی داو و امی باو قبیحانه محکوم کردیا امی براعاتی لیا کین و اگر چتیکیش بزمانی امی و بسریا و اطلاعات با امی نسبت دارا او بشتیکی بزور و لجر شکنجه داکه ام چتانه بوده و دزبانی نفراتگی مسلمان و دراتگی. حکم دادگاه نقض صریح پیمان نامه حقوق کودک سازمان ملل بود که محکوم کردن افراد زیر 18 سال به اعدام با هر اتهامی را ممنوع کرده است. مجلس ایران این پیمان نامه را در سال 1373 تصویب کرده است، اما قضات همچنان بر اساس قوانین داخلی برای افراد زیر 18 سال نیز حکم مرگ صادر می کنند. اعدام بهرام با اتهام محاربه نه فقط نقض حقوق کودک، بلکه نقض حق آزادی عقیده و مذهب از جمله نقض اصل 18 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی است که ایران را موظف کرده تا آزادی مذهب و آزادی ترویج مذهب شهروندانش را رعایت کند. بهرام و همپرونده‌هایش خواستار برگزاری دادگاه علنی برای رسیدگی به اتهاماتشان بودند، درخواستی که هرگز پاسخ داده نشد. تو رو صحنه ها پخش کنن، مرا جلوی دوربین بیارن، بگن این کارو کرده. اگر ما محاربه هستیم، بگین واسه چی مرا اعدام میکنی؟ سر چی؟ تو دادگاه علنی، چرا تو دادگاه علنی؟ از ما فیلم برداری نمی کنن، پخش کنن که بگن ما اگر کاری کردیم چرا با خودمون بفهمیم که چی کار کردیم. توی دادگاه علنی که مشخص بشه، برای مردم مشخص بشه که حکم اعدام سر چی گرفتیم. بهرام احمدی به همراه 5 تن از همپرونده‌هایش سرانجام پس از تحمل بیش از 3 سال زندان و شکنجه در هفته دی ماه 1391 بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون اطلاع خانواده مخفیانه در زندان قزلحصار کرج اعدام شد. طبق آمار بنیاد برومند در 10 سال گذشته 99 متهم زیر 18 سال در ایران اعدام شدند.